وقوع چیزی اتفاقی نیست. فرصتها زمانی سراغ شما می آیند که متوجه شده باشید توانایی دستیابی به آنها را دارید و برای رسیدن به آن تلاش لازم را انجام می دهید. بخش 3. بهشت از آن کسانی است که به گفته های خود عمل می کنند. آینه چهره فرد را منعکس می کند، اما آنچه ماهیت اصلی او را نمایان می سازد دوستانی هستند که او بر می گذیند. درس 9. با افراد مثبت اندیش معاشرت کنید. مایک در دوران دبیرستان وقت زیادی را با دوستان خود سپری می کرد. طبق گفته های مایک، این افراد دوست داشتند روی ایوان خانه بنشینند و به ماشین های در حال عبور از خیابان نگاه کنند. آنها هیچ هدف و آرزویی نداشتند و منفیگرا بودند. زمانی که مایک از آنها درخواست میکرد کار جدیدی انجام دهند، دیگران با گفتن جملاتی از قبیل این کار احمقانه است یا کار خوبی نیست، او را از این کار منع میکردند. مایک چون با آنها همراه میشد، عضوی از گروه بود. زمانی که مایک از دانشکده فارغ التحصیل شد، هنوز هم با افراد منفیگرا در ارتباط بود، اما افراد مثبت اندیش نیز در زندگی او حضور داشتند. افرادی که طالب یادگیری مطالب بیشتر و دستیابی به اهدافشان بودند. مایک تصمیم گرفت وقت خود را با افراد مثبت اندیش سپری کند. این کار موجب شد که مایک احساس بهتری داشته باشد و نگرش او در مسیر بهتری قرار گیرد. او تصمیم گرفت برای خود هدفی در نظر بگیرد. باید با خرسندی اعلام کنم که مایک در حال حاضر مالک کمپانی تولید دستگاه تصویربرداری است و خانواده فوق‌العاده‌ای دارد. او تمام اهداف خود را قدم به قدم به مرحله اجرا درآورد. زمانی که از مایک در مورد دوستان دوران دبیرستانش سوال کردم، او گفت آنها هنوز هم در همسایگی ما زندگی می کنند و هنوز هم منفیگرا هستند و هدفی برای زندگی خود ندارند. مایک در ادامه گفت اگر دوستی با این افراد را ادامه می دادم، هرگز به جایگاهی که اکنون دارم نمی رسیدم. ممکن بود هنوز هم در گوشه‌ای می نشستم و بازی می کردم. داستان مایک بیانگر تأثیر افراد در زندگی ماست، اما هنوز هم گاهی اوقات بدون در نظر گرفتن عواقب کار عادت داریم با چنین افرادی معاشرت کنیم. آیا تا کنون درباره این عبارت به من بگو با چه کسانی معاشرت می کنی تا به تو بگویم چه کسی هستی؟ چیزی شنیده اید؟ پندهای زیادی در این جمله به ظاهر ساده وجود دارد. آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید که این قواعد چگونه باعث شکل گیری زندگی شما می شوند؟ به دوران کودکی خود بازگردید، زمانی که والدینتان نگران معاشرت‌های شما با دوستانتان بودند. پدران و مادران ما تمایل داشتند با دوستانمان ملاقات داشته باشند و از تمام جزئیات مربوط به آنها با خبر شوند. چرا؟ والدینمان می‌دانستند که ما به شدت تحت تأثیر دوستان خود قرار می گیریم و بعضی از عادتهای آنها را دنبال می کنیم و همان کاری را انجام می دهیم که دوستانمان انجام می دهند.
والدین ما حق داشتن نگران باشند. شرط می‌بندم اگر صاحب فرزند شوید به شدت مراقب دوستانشان هستید، برای اینکه می‌دانید این بچه‌های جوان چه تأثیراتی روی فرزندان شما خواهند داشت. ما قسمتی از پیرامون خود هستیم. مقایسه افراد مضر و افراد سودمند. ما اصطلاحات افراد مضر و سودمند را در ادبیات معاصر مشاهده می کنیم. همانطور که انتظار می رود، افراد مضر آن دسته از افرادی هستند که دائما منفیگرا هستند. واژه مضر در فرهنگ لغت به معنای سم است. افراد مضر به طور مداوم از کلمات نیشدار استفاده می کنند. در مقابل واژه سودمند در فرهنگ لغت به معنای تقویت کردن است. افراد سودمند مثبت اندیش و حمایت کننده هستند. آنها باعث تشویق و شادی شما می شوند. افراد مضر همیشه سعی دارند شما را به پایین ترین جایگاه بکشند. آنها همه کار انجام می دهند تا نتوانید توانایی های خود را به کار گیرید. آنها با گفتن جملات ناراحت کننده در مورد اقتصاد، مشکلات زندگی و آینده وحشتناک شما را از انجام کار منع می کنند. ممکن است اگر خوششانس باشید فقط در رابطه با درد و بیماریشان با شما صحبت کنند. بعد از اینکه به سخنان چنین افرادی گوش فرا دهید، احساس ضعف و ناتوانی می کنید. سخنران انگیزشی براون این دسته از افراد را تحت عنوان قاتلین رویاها مورد خطاب قرار می دهد. روانشناس جک کانفیلد این افراد را خوناشامان انرژی نام نهاده است، برای اینکه آنها تمام انرژی های مثبتتان را می مکند. آیا تا کنون با افراد منفیگرا برخورد داشته اید؟ فکر می کنم همه ما بارها این موضوع را تجربه کرده ایم. یک چیز در اینجا مشخص است. معاشرت با افراد منفیگرا و شنیدن سخنانشان موجب ضعف روحیتان می شود. از سوی دیگر زمانی که با افراد مثبت اندیش، پرنشاط و حمایت کننده معاشرت می کنید چه احساسی دارید؟ شما پر انرژی شده و روحیه می گیرید. چیزهای شگفت انگیز بسیاری در مورد افراد مثبت اندیش وجود دارد. در این دسته از افراد انرژی مثبتی وجود دارد که موجب روشنی دلها می شوند. زمانی که با این افراد در تماس باشید، سعی دارید نگرش چنین افرادی را به کار گیرید و احساس می کنید نیرویی در شما ایجاد شده است که می توانید به دنبال اهداف خود باشید. زمانی که به افراد مثبت اندیش فکر می کنم، یکی از دوستان خود جان را به ذهنم خطور می کند. زمانی که با جان صحبت می کنم، احساس می کنم که می توانم بر دنیا غلبه کنم. جان مثبت اندیش در این فردی است که تا کنون دیدم. دوست دارم خود را فردی مثبت اندیش خطاب کنم. بین نمره 1 تا 10 به خودم 9.5 می دهم، اما به جان نمره 14 می دهم. او خارج از این نمرات است. او همیشه مثبت اندیش و پر انرژی است. او به افرادی که با او همراه می شوند انگیزه می دهد. تشویق او باعث می شود افراد روحیه بالایی داشته باشند. آیا می توانید تصور کنید اگر دوستانی همانند جان در زندگی شما وجود داشتند، چه تأثیری در بهبود نگرش شما داشتند؟ دوستان شما می توانند دیدگاهتان را وسعت دهند یا اینکه مانع رسیدن شما به رویاهایتان شوند. ترانه های بی مفهومی که از رادیو پخش می شوند.
مطمئن هستم که این اتفاق بارها برای شما رخ داده است. ترانه‌ای که از رادیو پخش می شود را می شنوید و با خود می گویید چه آهنگ مسخره است. همان روز بارها این ترانه را می شنوید. زمانی که ترانه در رتبه بهترین ها قرار می گیرد، دیگر هیچ راه فراری برای شما باقی نمی ماند. شما مجبور هستید به مدت یک هفته بارها این ترانه را بشنوید. سپس اتفاق عجیبی رخ می دهد. هنگامی که برای استراحت روی مبل نشسته اید، ناگهان همان ترانه احمقانه را با خود زمزمه می کنید. اگر در این لحظه نظر شما را نسبت به ترانه جویا شوم، پاسخ خواهید داد وحشتناک است. پس چرا آن را زمزمه می کنید؟ واقعیت این است، هنگامی که چیزی را بارها و بارها بشنوید، موجب می شود که در مهمترین بخش ذهن شما حفظ شود. همانطور که می دانید، زمانی که این ترانه محبوبیت خود را از دست دهد و به ندرت در رادیو پخش شود، شما تمایل دارید آن را با خود زمزمه کنید. نکته مهمی در این قسمت وجود دارد. ذهن تمایل دارد روی چیزی که بارها و بارها تکرار می شود متمرکز شود. متاسفانه ذهن قادر نیست بین پیغام هایی که برای ما مفید یا مضر هستند تمایزی قائل شود. اگر چیزی را به قدر کافی بشنویم، آن را باور کرده و به آن عمل خواهیم کرد. درست مانند گوش دادن به ترانه‌ای که برای بارها تکرار شده و موجب شد در مورد آن فکر کنیم. بنابراین با تکرار و اندیشیدن به موفقیت هم می توانیم به آن دست پیدا کنیم. در نتیجه اگر اطمینان حاصل کنیم که ذهن خود را با افکار مثبت مشغول کنیم، به سمت مثبت‌گرایی و دستیابی به اهدافمان پیش خواهیم رفت. هر چقدر مثبت اندیشی بیشتری داشته باشیم، نیروی تقویت شما نیز بهتر خواهد شد. چگونه می توانیم نیروی مثبت اندیشی مستحکمی داشته باشیم؟ یکی از روش‌های موجود برای رسیدن به این مهم، مطالعه کتاب‌های انگیزشی است. تبریک می‌گویم برای اینکه شما همین الان این کار را انجام داده اید. علاوه بر این می‌توانیم به نوارهای انگیزشی هم گوش کنیم و زمان زیادی را با افراد مثبت‌اندیش سپری کنیم. نظریه اسفند اسموکی. من به واسطه یکی از دوستان خود گلن اسموکی مطالب بسیار زیادی را درباره نگرش و اثرات آن آموختم. اسموکی مدت 45 سال در قبرستان و خدمات مربوط به مراسم تدفین کار می کرد. ممکن است کمی ناراحت کننده به نظر برسد، اما باید بگویم که اسموکی انسان فعال و مثبتی بود. زمانی که با اسموکی تماس تلفنی برقرار می کردم، احساس فوق‌العاده‌ای به من دست می داد. اسموکی می گفت که آدم ها خیلی به اسفنج شباهت دارند. ما هرچرا که آدم های اطراف من می گویند، مانند اسفنج به خود جذب می کنیم. بنابراین اگر مدتی را با آدم‌های منفی سپری کنیم، نگرش منفی او را جذب می‌کنیم و این جریان باعث می‌شود که نگرش ما تحت تأثیر قرار بگیرد. البته عکس این جریان نیز صادق است. اگر وقت خود را با آدم‌های مثبت بگذرانیم، نگرش مثبت آنها را جذب می‌کنیم. احساس بهتری خواهیم داشت و بهتر عمل خواهیم کرد. یک بار از اسموکی پرسیدم، اگر با افراد منفیگرا هم صحبت شوید چه کار میکنید؟ او گفت تا جایی که ممکن باشد از او فاصله میگیرم، یا اینکه به او خواهم گفت
خدای من، از دیدن شما خوشحال شدم چارلی، و بعد به سراغ نفر بعد می روم. سپس از اسموکی پرسیدم، آیا تا کنون دوستی داشته اید که منفیگرا باشد؟ او گفت خیر برای مدت طولانی. و گفتم آفرین اسموکی. آیا چیزهایی که در اطراف شما وجود دارند موجب موفقیتتان می شوند یا اینکه شما را از انجام کارها منع می کنند؟ روابط دوستانه خود را مورد ارزیابی قرار دهید. ارزیابی روابط دوستانه از اهمیت بالایی برخوردار است. این کار را برای دوستان صمیمی خود نیز انجام دهید. به من اعتماد داشته باشید. این موضوع مسئله بی اهمیتی نیست. کسانی که اوقات بیشتری را با شما سپری می کنند، تأثیر چشمگیری روی گرانبهاترین دارایی شما که ذهنتان است می گذارند. آیا با دوستان منفیگرا معاشرت دارید و اوقات فراغت خود را با آنها سپری می کنید؟ اگر اینطور است، از شما درخواست می کنم تا کمتر با این افراد معاشرت کنید و یا اینکه با آنها قطع ارتباط کنید. بی‌رحمانه به نظر می رسد، اینطور نیست؟ بنابراین به شما پیشنهاد می کنم تا روابط طولانی مدت خود را با این افراد کم کنید. زمانی که این موضوع را در سمینارهای خود مطرح می کنم، به فردی سرد و بیروح متهم می شوم. مخاطبین از من می پرسند بهتر نیست به جای بیتوجهی به این دوستان منفیگرا به آنها کمک کنیم؟ بسیار خوب، شما مختار هستید هر کاری که از نظرتان بهترین است را انجام دهید و با هر موقعیت طبق حقیقت‌های منحصر به فرد خودش برخورد کنید. با این وجود به این نتیجه رسیدم که در اکثر موارد معاشرت با دوستان منفیگرا نه به آنها کمک می کند و نه فایده‌ای برای شما دارد، به خاطر اینکه اکثر افراد منفیگرا تمایلی به تغییر کردن نشان نمی دهند. این امر موجب تضعیف روحیه شما می شود. آنها فقط دوست دارند به داستانهای ناراحت کنندهشان گوش دهید. اگر اصرار دارید تا وقت خود را با دوستان منفیگرا سپری کنید، از خودتان بپرسید چرا این افراد را برای دوستی انتخاب کردم؟ شما ممکن است به طور ارادی یا غیر ارادی خود را از انجام این کار ناتوان پندارید. به هر حال فکر می کنم کمک کردن به افرادی که بتوانند بر نگرش منفی خود غلبه کنند کار فوق‌العاده‌ای باشد. اما اگر مدت زمان طولانی است که این کار را انجام داده اید و نتیجه‌ای به دست نیاورده اید، شاید زمان آن فرا رسیده باشد که کار دیگری انجام دهید. اجازه دهید نکته مهمی را برایتان بازگو کنم. قصد من این نیست که بگویم افراد منفیگرا ارزش کمتری نسبت به دیگر افراد دارند. من در رابطه با عواقب معاشرت با این گونه افراد صحبت می کنم. عواقب این معاشرت ها چه هستند؟ شما به موفقیت کمتر و ناراحتی بیشتری دست خواهید یافت. بستگان آزاردهنده. اگر بستگانی داشته باشید که موجب آزار و اذیت شما شوند، چه کاری انجام می دهید؟ بدیهی است که این یک مسئله حساس است. منظور من این است که شما نمی توانید به اعضای خانواده خود پشت کنید. ارتباط فامیلی بسیار ارزشمند است و من فکر می کنم همه ما باید تلاش کنیم تا روابط خانوادگی خود را حفظ کنیم. با این حال متذکر می شوم روی اقوامی که تأثیر منفی روی زندگیتان دارند کنترل داشته باشید و ارتباط با آنها را کم کنید. این موضوع بدان معنا نیست که از صحبت کردن با آنها امتناع ورزید. بدان معنا است که برای ارتباط با این گونه افراد محدودیت‌هایی را در نظر بگیرید. برای مثال اگر در اقوام و بستگان خود
افرادی منفیگرا دارید پیشنهاد می کنم برای اینکه از جانب آنها مورد تحقیر و سرزنش قرار نگیرید در معاشرت با آنها زیاده روی نکنید. این کار چه سودی برای ما دارد؟ همه شما می دانید که هر روز به قدر کافی از طریق تلویزیون، رادیو، روزنامه ها اخبار ناراحت کننده می شنوید. آیا با وجود این چیزها آیا لازم است که بستگان ما نیز پیام‌آور خبرهای منفی و ناراحت کننده باشند؟ من اینطور فکر نمی کنم. در قسمت زیر به نکته اشاره کردم که می توانید با توجه به آن حد تعادل در روابط خود را رعایت کنید. زمانی که گفتگو و مباحثه شما به موضوعات منفی ختم شود، سعی نکنید فرد دیگری را به خاطر منفیگرا بودن متهم کنید. این کار غالبا اوضاع را بدتر خواهد کرد. به جای این کار گفتگو را با بیان موضوعات مثبت عوض کنید. به خاطر داشته باشید منظور من این نیست که با اقوام خود قطع رابطه کنید یا اینکه در جلسات خانوادگی اصلا حضور نداشته باشید. منظور من این است که ارتباط خود را با بستگان منفیگرا محدود کنید. در نتیجه از تحقیر شدن به واسطه آنها در امان میمانید. دوستان خوب برای سلامت شما مفید هستند. برقراری ارتباط با افراد مثبتگرا در محیط کار. در هر ارگان و سازمانی افراد منفیگرا هم وجود دارند و گاهی اوقات مجبور می شوید در کنار چنین افرادی کار کنید و با آنها هم کار شوید. اما سعی نکنید زمان زیادی را با این افراد پیروی ظلمت و تاریکی سپری کنید. برای مثال اگر در محل کار خود دائما با این افراد نهار می خورید، دیگر این کار را انجام ندهید. تنها کاری که این افراد انجام می دهد این است که ذهن شما را با افکار منفی پر می کنند. اگر به این گروه از افراد اجازه دهید تا ذهن شما را درگیر افکار منفی خود کنند، نمی توانید کار خود را به بهترین نحو انجام دهید. نیازی نیست با آنها بدرفتاری کرده یا بگویید که ساکت شوند. باید برای فاصله گرفتن از این افراد به دنبال روشی مدبرانه باشید. سعی کنید مسئولیت پذیر و فعال باشید و به وقت نهار سر میز دیگری بنشینید. هر کاری که می توانید انجام دهید تا نهار را با تجربه بهتری میل کنید. مراقب باشید تا مرتکب اشتباه نشوید. افراد مثبت اندیش بسیار خوش برخورد هستند و افراد منفیگرا سعی می کنند مانع پیشرفتتان شود. موزل کارمندان منفیگرا به قدری بحرانی شده است که اخیراً برای سمیناری یک روزه تحت عنوان چگونه به طور قانونی کارمندانی را که مشکلات نگرشی دارند اخراج کنیم دعوت شده بودم. صنف کسب و کار به این حقیقت پی برده است. زمانی که موضوع تولیدات در میان باشد، همه چیز به نگرش باز می گردد. دوستان خود را آگاهانه انتخاب کنید. همانطور که در ابتدای این مبحث بیان کردم، به من بگویید با چه کسانی معاشرت دارید تا به شما بگویم چه کسی هستید. اگر قصد دارید با جدیت در کار خود پیشرفت کنید و به موفقیت دست یابید و انسان مثمر ثمری باشید، باید با افرادی در ارتباط باشید که بتوانند در پیشرفت شما مؤثر باشند. زمانی که با افراد سودمند معاشرت داشته باشید،
احساس بهتری پیدا خواهید کرد و برای دستیابی به اهداف خود نیروی تازه‌ای به دست خواهید آورد. شما به فردی مثبت‌گرا تبدیل خواهید شد که همه دوست دارند در کنار او باشند. من عادت دارم به اهمیت معاشرت با افراد مثبت‌اندیش و محدود کردن روابط با افراد منفی‌گرا بیاندیشم. اکنون به این نتیجه رسیدم که برای دستیابی به موفقیت و خوشبختی لازم است که با افراد مثبت‌اندیش در ارتباط باشم. بنابراین با افراد مثبت‌گرا در ارتباط باشید تا بتوانید با کمک آنها از پله‌های ترقی بالا روید.